بیشتر صحبت می در این مورد با خدیجه الهام عضو مجلس نمایندگان خانم الهام سلام به شما به برنامه خوش آمدید سلام عرض ادب خدمت شما و بینندگان محترم ممنون جان خانم الهام در رابطه با روند صلح افغانستان می خواهیم صحبت با شما داشته باشیم که حالا امریکا تلاش هایی را انجام می و آقای خلیزاد بارها دیدارهایی را داشتن با گروه طالبان اما حالا صحبتی را که جان بالتون در کتابشان داشتند که افغانستان اهمیت زیاده برای ترامپ نداره میخوایم دیدگاه شما را در این زمینه داشته باشیم تشکر بسیار زیاد است. از از اینکه مورد در مورد صلح می که صحبتی داشته باشیم خودتان بیشتر در جریان هستین که روند صلح در افغانستان یک روند طولانی و پر از فراز نشیب بوده و در دورای مختلف یعنی تلاش های بیشتری از مردم افغانستان و امسای های افغانستان به خاطر آوردن سال بر افغانستان تلاش کردن و دیدگاه ترامپ هم که یعنی اونا میخواین که میگن که نیروهای نظام به افغانستان هستند و پروسی سال دنبال میکنن از همکاری های همه جانبیشان ما سپاس میکنیم. همیشه تلاش کردن به خاطر و آوردن سال در افغانستان اما موضوعاتی که بحث میشه ما در طول 18 سال که در افغانستان نیروهای امریکایی مقر هستند و در افغانستان در حالت دفاعی قرار دارند امرای ما همکار بودند ولی امروز که اونا تصمیماتشان گرفتند که افغانستان برایشان اهمیت نداره اونا دیدگاه انتخاب انتخاباتی خودشان هستند شاید جان بلتون و یا ترامپ به خاطر بدست آوردن پروسه انتخابات آینده شان میخوان موضوعات را بس کنند تا دوستا و همفکرای خود بیشتر بسازند به این اساس موضوعاتی که در افغانستان مورد بحث میشه موضوعی پروسه صلح هست که ما از 2010 تا ال حالت تلاش کردیم که از طرق مختلف از طریق های مختلف که نشستای چهار جانبه بوده و نشستای بعد از سه جانبه و نشستایی که در دا داشتیم تمام تلاش کردیم که پروسه صلح به یک رای موفقیت برسه و حداقل بتانیم که صلح در افغانستان بیاریم آیا فکر میکنین که تاکنون دیدگاه ها در رابطه با آمدن صلح در افغانستان و اهمیت استراتژیک افغانستان یا هم در رابطه با پایان جنگ در افغانستان ثابت هستن یا فکر میکنین که با نزدیک شدن انتخابات امریکا دیگر این دیدگاه ها و موقف گیری ها تغییر کرده؟ دقیقا صلح هر باری که جلسات اجلاسی که دایر میشه دیدگاه ها متفاوت میشه خواست ها متفاوت شده و توقع ها بیشتر شده مثلا در ای اواخر که پروسی صلح توافق نامه و تعهد که بین طالبا و امریکا امضا شد اما متاسفانه با هیچ تعهدات خود بابند نبودن طالبا که در شما خود شاید استین در ای اواخر که حملات بالای نیروهای امنیتی خود ما و شما و شهید ساختن و زخمی ساختن روزافزون نیروهای امنیتی ما ما و مردم بیگانه چون این شرایط بیگر... الهام وقت صحبت از سیرت میگیره که دیگر افغانستان اهمیت چندان برای تن... ترامپ نداره سال افغانستان و بیشتر خواستار از که نیروهای خارجی را بیرون بسازه نیروهای آمریکایی را و ب... به انتخابات فکر میکنن در کنار از این وقت ما حملات خشونت ها از طرف طالبان میبینیم که به تحاداتشون عمل نکردن ای همه نشاندهنده هندی چی هست؟ آیا صلح افغانستان دیگر به جامعه جهانی اهمیت دارد؟ دقیقا صلح افغانستان به جامعه جهانی بر مردم بر تمام اقشار اهمیت خاص خود داره اما به خاطر مبارزات انتخاباتی خود صحبت های به خاطر داشتن داشتن با همفکرای خود با دیدگاه خود که مردم بخوایند به طرف خود جلب توجه داشته باشند به خاطر که ترامپ در مصاحبه اول پیش از ای که به کرسی به ریاست جمهوری برسه بر مردم خود وعده سپرده بود که من تا اخیر پروسی کاری خود ما نیروهای امنیتی خود از افغانستان خروج میسازم و پس به وطنشان برمیگردانم که اما متاسفانه این تلاش برزی داره که گپ خود با کرسی بشانه تا آخر پروسی کاری خود به خاطر از این دیدگاههایشان شاید به خاطر پروسی صلح افغانستان تغییر نکرده باشه اما به خاطر گرفتار موقف که به خاطر پروسی انتخابات خواهندی خود دارن چون نامزد نامزد کاندیدای ریاست جمهوری هستن به خاطر از جلب توجه رای دهندگای خود میخواین که گپ خود به کرسی بشانن و موقف های خاص خود داشته باشند درست <applause> خانم الهام حالا در رابطه با صلح افغانستان رابطه امریکا و افغانستان که امریکا همواره از افغانستان حمایت کرده و پشتیبانی کرده کمک های زیاد کرده اما وقت صحبت صورت میگیره که به نوعی که ترامپ امریکا را شکست خورده میدانه در افغانستان و میگن که باید اجازه داده شوه که روسیه در برابر داعش به جنگ در افغانستان آیا این نشان دهنده خلای معلومات ترامپ از درباره افغانستان یا آیا, فکر میکنه این که حتی نام رئیس جمهور افغانستان را اشتباه میگیرن این به چه معناست ببینین پروسی کاری در زمان در وقتی که اوباما در 2014 وقتی که میخواست خود در خود اصحار کرده بود در 2009 وقتی که پروسی سال نیروهای امریکایی را اضافه کرد بیشتر از یک نیروهای, نیروهای خود در افغانستان اضافه کرد و وعده سپورت که تا اخیر 2014 اینا در حالت در افغانستان قرار داشته باشند و در اخیر 2014 افغانستان ترک کنند پس به امریکا برگردن وقتی دیدن که دهداد و امو برنامه ها عملی نشد و اوباما و ترامپ دوباره وقتی که به کرسی باز هم به مردم خود وعده سپرد که من نیروها را از افغانستان خروج می کنم و دوباره به وطن برمیگردانم و ای که آل پروسایی است که حتی نام رئیس جمهور فکر میکنه که حامد کرزی است و از آقای غنی نام یعنی یک پالیسی را, را اندخته که حتی نام آقای رئیس جمهور افغانستان نمیدانه و احساس میکنه که با صحبت های مثل روبین که گفت که در حالت که عدقل معلوماتی ندارند که رئیس جمهور افغانستان و نیروهای افغانستان, افغانستان چقدر مسئولیت داره و پروسی و پالیسی که با افغانستان شان است با چین احوه است با کشورهای همسایه و تمام معلومات های خود در کنار گذاشته میاین تلاش ازی دارند که در جلسات خود حتی مشاورینی که در جلسات می داشته باشند اونا را به صحبت هایشان قطع میکنه و سخنرانی هایش قطع میکنه و تاکید بر از داره که نیروهای امنیتی از افغانستان خارج شون و دوباره برگردن به وطن خودتان می بیشتر که در این حالتی که ما در جریان مذاکرات پروسه سال هستیم یعنی بودن نیروهای امنیتی در طول 18 سالی که همکار بودن امرای هم ما و شما و بر رها کردنش یعنی یک صدمه بزرگ بر افغانستان بودن آیا این صحبت ها به این معناست که دونالد ترامپ دنبال خروج نیروهای امریکای از افغانستان هست ولو به هر قیمت باشه حتی اگر صلح پایدار در افغانستان تامین نشه باز هم ترامپ می این که نیروهایش را بیرون بسازه تا یک دستاورد داشته باشه بر انتخابات آیندهش تلاش دارد تلاش دارد که دستاورد خود نشان بده بر مردم اما فکر نکنم امکان پذیر باشه به خاطر که اما آیا یک پروسه صلح که او همه نباشن. افغان ها شامل نباشند خواست های افغانستان مد نظر گرفتن شاید دستاوردهای های 19 سال مد نظر از صلح دائمی و پایدار نیایه میتونه یک دستاورد بر امریکا باشه نه خیر از اینا وقتی می چون و تعهداتی که بر مردم خود داده بود میخواه به او ثابت بسازه ولی صلح که در افغانستان قرار باشه با گفتی آقای خلیلزاد که تصمیم داشت از از 2007 تا ال حال تلاش داره و خود بر امریکا ثابت ساخته که ما به خاطر مذاکرات صلح و گفتگوهای صلح تلاش کردیم و به را به میز مذاکره آماده ساختیم و تمام اینا که اگر دستاوردش که تا وقتی که صلح نبیایه و توافقنامه و تعهدنامه هم که امضا شده قابل قبول برای ما و شما نیسته چون در افغانستان تعهداتی که بر مردم افغانستان اینا نوشته کرده بودن و ذکر کرده بودن به هیچ یک عمل نکردن و فلهازا پروسی سلحی که خلیل خلیلزاد پیش میبره یک پروسی ناکام است بر ما و شما مسئولیت نداره و پروسی صلحی که در او مردم افغانستان دخیل باشه و پروسی صلح مذاکرات بین افغانی یعنی هر آغاز شود و مشکلات افغانستان مد نظر گرفته شود به همین گونه که تلاش ها به پیش میره آیا نگران گفتگوها و آینده افغانستان هستی؟ دقیقا پروسی سال همیال قسمی که روان هسته واقعا نگران کننده است برای همه خصوصا بر خانم خصوصا بر مایی که در طول 18 سال تلاش کردیم و یک با یک بنیاد سیاسی اجتماعی اقتصادی و به تمام موارد دست یافتیم اما متاسفانه زمانی که اگری پروسه به شکل درستش پیش نره و به صحبت های خودان پایدار نباشه تاسف بار است بر که ما هیچ گونه نمیتونیم کاری بکنیم و دوباره برای آینده تاریک خود برمیگردیم شما نگران از این هستین که حتی دستاورت های ما محدود خواهد شد یا گرفته خواهد شد دقیقا به خاطر که توافق توافقنامه و تعهداتی که امضا شده یعنی بر مردم هنوز معلوم نیست که جایگاه زنا حقوق زنا حقوق سیاسی شان و تلاش در کدام قسمت ازی است درست در کدام قسمت ماید است ممنون از شما خانم الهام